بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تصرف دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یمن توسط حوثی ها. ادامه فعالیت بعثه آیت الله العظمی شیرازی در کربلا به مناسبت زیارت اربعین. اجرای طرح امنیتی زیارت اربعین در استان کربلا. سیزدهمین همایش سالانه زیارت اربعین در نجف اشرف. و کشف مجموعه از سنگ ها که می تواند به شناخت نحوه شکل گیری زمین کمک کند. وقت شما بخیر. به گفته مقامات سازمان ملل، گروه شبه نظامیان شیعه زیدی موسوم به حوثی ها در یمن، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در صنعا را تصرف کردند. در همین راستا فولکر تروک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه گفت که گروه حوثی ها پس از وادار کردن کارگران یمنی سازمان ملل به تحویل وسایل دفتر حقوق بشر از جمله اسناد و اساسیه، ساختمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل در صنعا را به تصرف خود درآوردند. وی در ادامه تاکید کرد نیروهای انصار الله باید فوراً محل را ترک کنند و همه دارایی‌های این دفتر را برگردانند. گفتنی است شبه نظامیان شیعه زیدی موسوم به حوثی ها ادعا می کنند اعضای سیستم های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در این دفتر مشغول به کار بودند و ویدیوی اعترافات آنان را نیز منتشر کرده، اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل این ادعا را رد و مدعی است که این اعتراف ها تحت فشار اخذ شده است. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول، پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای لحمی، سلام و عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض می‌کنم خدمت از دفتری به تمام بینندگان شبکه جهانی امام حسین. والا از دیر ایام مشخص بوده که جناب لحمی، صدای منو دریافت می‌کنید؟ بله. جناب لحمی، دلیل انجام رفتارهای فراقانونی برخی گروه ها، آن هم با نهادهای بین المللی حقوق بشری چیست و در صورت تداوم این گونه رفتارها دنیا به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ بفرمایید. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت اعضای و بینندگان محترمتون. از دیر ایام مشخص بوده که جمهوری اسلامی چه نیروهای تحت نظارت مستقیم و چه نیابتی خودش رو برخلاف تمام شرایط دنیا راه برده و عرض به خدمتتون که منباب این نیروهای نیابتی انصار الله، حزب الله، همیشه در سراسر جهان با ساز جامعه جهانی مخالف بودند. البته یکی از دلایلی که خود حوثی‌ها امروز عنوان کردن اینه که عدم اعتماد به نهادهای قانونی رو دارن، افزایش فشارها و تنش‌های سیاسی و اقتصادی یا نظامی گروه‌ها به این رفتارهای غیرقانونی اونها رو وادار می‌کنه، عدم پاسخگویی نهادهای بین‌المللی، حالا شامل سازمان ملل، و ناکارآمدی اونها و اینکه اونها از مواضع استراتژیک خودشون عقب‌نشینی می‌کنن، گروه‌ها رو خب به تبع عرض به خدمتتون که جسورتر میکنه. این رفتارها معمولا ناشی از شرایط پیچیده چند وجهی رخ میده که در آینده هم خب ما باید منتظر بی‌ثباتی، بحران‌های انسانی، درگیری‌های داخلی و بین‌المللی همونجور که الان داریم در منطقه خاورمیانه میبینیم، افزایش خشونت و افراط‌گرایی رو باید ببینیم و انتقام‌های چرخه‌ای که روز به روز در منطقه خاورمیانه داره بیشتر میشه و خروجی این هم کاهش اعتماد عمومی
از جوامع مختلف جهانی. بله، ممنونم. با تشکر از آقای محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پایگاه اطلاع رسانی پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی جزئیات مراسم تشییع و تدفین مرحوم آیت الله سید علی شیرازی فرزند آیت الله العظما شیرازی را اعلام کرد. بر اساس این اعلام، مراسم تشییع این عالم وارسته روز پنج شنبه در شهر مقدس نجف برگزار می شود و این مراسم از مسجد شیخ طوسی ساعت 9 صبح آغاز می شود. در شهر مقدس کربلا نیز مراسم تشییع و تدفین روز پنج شنبه ساعت 4 بعد از ظهر از مقابل بعثه آیت الله العظما شیرازی حوزه علمیه سید الشهدا علیه السلام واقع در خیابان قبله امام حسین علیه السلام برگزار می شود. همچنین مجلس ختم برای بزرگداشت این عالم ربانی از روز جمعه به مدت دو روز ساعت 3 بعد از ظهر در بعثه آیت الله العظما شیرازی در شهر مقدس کربلا برگزار می شود. این مراسم به منظور تجلیل از مقام شامخ مرجعیت و آن عالم گرانقدر که در نشر و تعلیم علوم اهل بیت علیهم السلام نقش برجسته‌ای ایفا نمودند و به منظور تسلیت و همدردی با بیت مرجع علی قدر آیت الله العظما شیرازی و بازماندگان ایشان برگزار می شود. بخش زنان سازمان ملل می گوید طالبان در 3 سال گذشته با صدور 70 فرمان مستقیماً استقلال، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران در افغانستان را هدف قرار داده است. سازمان ملل متحد می گوید که وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت بدتر شده است. بخش زنان سازمان ملل میگوید طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های جنسیتی مانند ممنوعیت زنان از کار، آموزش و ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک و باشگاه‌های ورزشی را وضع کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان محدودیت‌های شدیدی بر کار رسانه‌ها اعمال کردند. این سازمان روز سه‌شنبه 23 مرداد با انتشار گزارش سالانه خود گفته است که پس از سقوط دولت پیشین حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و رسانه‌ها یکی از دستاوردهای ارزشمندی بود که از بین رفت. این سازمان افزوده است که بسیاری از رسانه‌ها به دلیل این محدودیت‌ها، سانسور و مشکلات اقتصادی بسته شده‌اند و شماری که هنوز فعال هستند روز به روز با محدودیت‌ها و سانسور بیشتری مواجه می‌شوند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد طی سخنانی اظهار داشت. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از تلاش‌ها برای بازگرداندن آرامش و سازماندهی انتخابات پارلمانی در بنگلادش استقبال می‌کند. فرهان حق در بیانیه‌ای از دولت موقت خواست تا تمام تلاش‌های خود را برای فراگیر شدن ادامه دهد و صدای زنان، جوانان، معترضان و مردم در سراسر کشور و همچنین جوامع اقلیت و بومی را بشنود. لازم به ذکر است بنگلادش از ماه ژوئیه شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان علیه سهمیه‌های شغلی بود که این اعتراضات به درگیری بین پلیس و معترضان انجامید و بیش از 400 کشته بر جای گذاشت. اسلامگرایان افراطی بیش از 30 مسیحی را در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو کشتند. بقایای اجساد بیش از 30 نفر از مسیحیان شرق کنگو که در 24 ژوئیه در پی حمله وحشیانه توسط نیروهای افراطی اسلامی در شرق کنگو کشته شده بودند پیدا شد.
گفتنی است این اجساد که بسیاری از آنها سر بریده شده بودند در منطقه باتانگی مبا در قلمروی بنی در شمال کیوو جمهوری دموکراتیک کنگو کشف شدند. سازمان عالی سلامت آفریقا آبله میمون را یک وضعیت اورژانسی بهداشت عمومی اعلام کرد. ناظر بهداشت اتحادیه آفریقا به دلیل شیوع فزاینده آبله میمونی در این قاره وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد. شیوع این بیماری در چندین کشور آفریقایی به ویژه جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش است. ژان کاسیا رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا اظهار داشت آبله میمونی از مرزها عبور کرده و هزاران نفر را در سراسر قاره ما تحت تأثیر قرار داده است و خانواده ها از هم پاشیده شده اند و در دورنج هر گوشه از قاره ما را تحت تأثیر قرار داده است. به سه مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو همزمان با آغاز ماه صفر به مناسبت ایام زیارت مقدس اربعین حسینی در کربلای معلا فعالیت خود را آغاز و همچنان برنامه های آن ادامه دارد. به سه آیت الله العظمی شیرازی در این روزها شاهد حضور نمایندگان مرجعیت، مسئولان مؤسسات و مراکز وابسته به مرجعیت، اعضای دفتر مرجعیت شهرهای مقدس کربلا و قم و جمع دیگری از شخصیت‌ها و فعالان دینی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بعثه آیت الله العظمی شیرازی با استقرار در خیابان قبله حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام و با بهره‌مندی از کارشناسان دینی به خدمت رسانی به زائران حسینی در ایام زیارت مقدس اربعین حسینی می‌پردازد. استقبال از شخصیت‌های علمی و نمایندگان مراجع اعظم تقلید و عموم زائران، پاسخ به سوالات شرعی و اعتقادی، ارائه مشاوره‌های دینی، تشکیل حلقه‌های پرسش و پاسخ، اقامه نماز جماعت و ارائه کتب و آثار آیت الله العظمی شیرازی و محصولات دینی و فرهنگی از فعالیت‌های این بعثه در ایام زیارت مقدس اربعین سال جاری است. استاندار کربلا در جلسه‌ای با حضور مسئولان امنیتی و شورای استانداری استان کربلا از اجرایی شدن طرح زیارت اربعین خبر داد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا دیروز در یک نشست خبری از اجرایی شدن طرح زیارت میلیونی اربعین حسینی در این استان خبر داد. وی با بیان اینکه شورای استانداری کربلا طی نشستی جزئیات این طرح را با حضور مسئولان بلندپایه امنیتی مورد بررسی قرار داده و نسبت به اجرای آن نظر مطلوب دارد تاکید کرد که ویژگی برنامه امسال انعطاف پذیری و اثر بخشی بالای آن میباشد. استاندار کربلا با تاکید بر اینکه اجرای این طرح منوط به تلاش‌های اطلاعاتی پیشرفته است افزود تمام نیروها، امکانات و یگانهای لازم با هماهنگی فرماندهی عملیات کربلای معلا برای اجرای این طرح آماده شدند. وی در ادامه خاطر نشان کرد این طرح شامل اقدامات همه جانبه‌ای برای تأمین امنیت زیارت میلیونی اربعین، تسهیل در حرکت و تردد زائران و موفقیت اجرای مراسم زیارت میلیونی است. الخطابی تصریح کرد که همکاری بین سازمان‌های مختلف امنیتی و مقامات زیربط منجر به طرح و برنامه‌ای مستحکم شده که بر واکنش سریع نسبت به شرایط مختلف اضطراری و تقویت امنیت در مناطق حیاتی و تأسیسات عمومی در طول دوره زیارت میلیونی اربعین متمرکز شده است. استاندار کربلا طی روزهای آینده شاهد حضور ده‌ها میلیون نفر زائر از داخل و خارج عراق برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام خواهد بود که نیازمند ارائه خدمات در تمامی سطوح به زائران در زمینه‌های مختلف است.
شهر نجف اشرف روز دوشنبه شاهد برگزاری 13 همایش سالانه مبلغان حوزه علمی نجف اشرف با موضوع زیارت 40 امام حسین علیه السلام بود. این همایش که به همت حوزه علمی نجف اشرف با شعار طلاب حوزه علمی در مسیر زیارت 40 به انجام مناسک دینی می‌پردازند، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت سوره فاتحه برای ادای احترام به ارواح شهدای عراق آغاز شد. شرکت کنندگان هدف از برگزاری این همایش را ارتقای جنبه‌های فقهی و عقیدتی زیارت 40 و پاسخگویی به سوالات و نقطه نظرهای زائران 40 حسینی از داخل و خارج عراق عنوان نمودند. آنها در ادامه افزودند که راه اندازی این همایش سالانه تعمیق جنبه‌های علمی و فقهی اجتماع بزرگ 40 است که به منزله پروژه رسانه‌ای بزرگی می‌باشد که میلیون‌ها زائر را از سراسر دنیا و استان‌های مختلف عراق به سمت کربلا راهنمود می‌نماید. شرکت کنندگان در این همایش همچنین تأکید کردند که این پروژه با هدف گسترش آگاهی‌های مذهبی و ارائه پاسخ به سوالات زائران اجرا می‌شود. این اقدام با همکاری طلاب حوزه علمی نجف اشرف صورت می‌گیرد و گروهی از روحانیون فاضل در مسیرهای منتهی به کربلا به منظور تبیین احکام شرعی و مسائل اعتقادی حضور خواهند یافت. دانشمندان می‌گویند مجموعه عظیم و بی‌سابقه از سنگ‌های اعماق زمین می‌تواند از چگونگی شکل‌گیری سیاره زمین پرده بردارد. این سنگ‌ها کمک خواهند کرد نقش گوشته در پیدایش حیات روی زمین و فعالیت‌های آتش فشانی که در پی ذوب آن ایجاد شده اند روشن شود. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. دانشمندان میگویند مجموعه عظیم و بی سابقه از سنگ‌های اعماق زمین میتواند از چگونگی شکل‌گیری سیاره زمین پرده بردارد. این سنگ‌ها نخستین بخش دیرین و پیوسته از سنگ‌هایی به شما می‌روند که از گوشته زمین، لایه‌ای زیر پوسته و بزرگترین بخش سیاره ایمان به دست آمدند. این سنگ‌ها از عمق بیش از 6 برابر رکورد قبلی برداشته شدند، نزدیک به 1268 متر، عمقی که پژوهشگران به سنگ‌های گوشته نفوذ کرده‌اند، رکورد پیشین که 200 متر بود را پشت سر گذاشته است. محققان می‌گویند که سنگ‌های بازیابی شده از گوشته به سنگ‌هایی که در زمین اولیه وجود داشته‌اند شباهت بیشتری دارند تا سنگ‌های رایج‌تری که امروز قاره‌ها را تشکیل می‌دهند. این سنگ‌ها کمک خواهند کرد تا نقش گوشته در پیدایش حیات روی زمین و فعالیت‌های آتش فشانی که در پی ذوب آن ایجاد شده‌اند روشن شود. به گفته یک گروه تحقیقاتی که پژوهشگرانی از دانشگاه کاردیف نیز جزو آنانند، این نمونه همچنین به روشن شدن اینکه گوشته چگونه چرخه‌های جهانی عناصر مهمی مانند کربن و هیدروژن را هدایت می‌کند، کمک خواهد کرد. از اوایل دهه 1960 تلاش‌هایی صورت گرفت و این بازیابی به سرپرستی برنامه بین‌المللی اکتشافات اقیانوسی انجام شد. این گروه پژوهشی دریایی بین‌المللی که شامل بیش از 20 کشور است، نمونه‌های استوانه‌ای از رسوبات و سنگ‌ها را از کف اقیانوس استخراج می‌کند تا تاریخچه زمین را بررسی کند. از آن زمان این تیم اکتشافی فهرستی از سنگ‌های گوشته بازیابی شده را تهیه کرده است. این یافته‌های ارائه شده در مجله ساینس تاریخ جامع‌تری را از ذوب شدن سنگ‌های بازیابی شده نشان می‌دهند. پروفسور لیسنبرگ که در این رابطه گفت: نتایج ما با آنچه انتظار داشتیم متفاوت است. مقدار کانی پیروکسین در سنگ‌ها بسیار کمتر است و سنگ‌ها انباشتگی‌های بسیار بالای منیزیم دارند. در نتیجه هر دوی اینها مقادیر بسیار بالاتر ذوب شدگی در قیاس با مقدار پیشبینی شده ما است. این ذوب شدگی زمانی رخ داده است که گوشته از بخش‌های عمیق‌تر زمین به سوی سطح پوسته بالا آمد.
محققان میگویند تجزیه و تحلیل بیشتر میتواند نتایج مهمی برای شناخت این داشته باشد که ماگما چگونه تشکیل و به فعالیت‌های آتش فشانی منجر میشود. این مطالعه همچنین نتایج اولیه‌ای در باره چگونگی واکنش کانی فراوان موجود در سنگ‌های گوشته به نام اولوین با آب دریا ارائه می‌دهد که به مجموعه واکنش شیمیایی منجر می‌شود که هیدروژن و مولکول‌های دیگری را تولید می‌کند که می‌توانند به تامین انرژی برای حیات کمک کنند. دانشمندان بر این باورند که این ممکن است یکی از فرایندهای اساسی در پیدایش حیات روی زمین بوده باشد. دکتر سوزان کیولنگ دانشیار در زمین شناسی و ژئوفیزیک در مؤسسه اقیانوس شناسی وودسول و یکی از دانشمندان اصلی این اکتشاف میگوید سنگ‌هایی که در دوران اولیه زمین وجود داشتند به سنگ‌هایی که ما در طول این اکتشاف بازیابی کردیم شباهت بیشتری دارند تا به سنگ‌های رایج‌تر که امروز قاره‌ها را تشکیل می‌دهند. تحلیل این سنگ‌ها به ما دید مهمی در واقع محیط‌های شیمیایی و فیزیکی که در اوایل تاریخ زمین وجود داشته‌اند می‌دهد. و اینکه این سنگ‌ها می‌توانستند منبع پایداری از انرژی و شرایط مطلوب را در طول بازه‌های زمانی طولانی زمین‌شناسی برای میزبانی از نخستین اشکال حیات فراهم کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تصرف دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یمن توسط حوثی‌ها. ادامه فعالیت بعثه آیت الله العظمی شیرازی در کربلا به مناسبت زیارت اربعین. اجرای طرح امنیتی زیارت اربعین در استان کربلا. سیزدهمین همایش سالانه زیارت اربعین در نجف اشرف. و کشف مجموعی از سنگ‌ها که می‌تواند به شناخت نحوه شکل‌گیری زمین کمک کند. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.